خشونت علیه زنان، خشونت تجاوز، خشونت لفظی، خشونت خانگی، انواع خشونت یکی از موزلاتی است که بسیاری از کشورهای جهان شاید تمام کشورهای جهان هنوز با اون درگیر باشند. آخرین آماری که یوروستات نهاد آمارگیری اروپایی در رابطه با 28 کشور عضو اتحادیه اروپا منتشر کرده واقعا نگران کننده است یعنی این مسئله در کشورهای پیشرفته کشورهای دموکراتیک هم که سالهاست از نظر قوانین روی این مسئله کار کردن هنوز به عنوان یک مشکل وجود داره به ویژه مسئله خشونت خانگی و خشونت لفظی یا خشونت در محل کار اینها مسائلی هستند ولی در بین ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی می کنند آیا این مسئله به همین صورت شدت وجود داره این پرسش و پرسش های دیگری را در همین رابطه با خانم رویا کاشفی پژوهشگر و فعال حقوق بشر مطرح میکنیم خوش اومدید خانم کاشفی ممنونم از دعوتی که کردید یک مقدمه شاید من بگم برای اینکه بتونم بگم چرا در این رابطه من دارم صحبت میکنم سال 2000 با انجمن پژوهشگران ایران که من مسئول کمیته حقوق بشرش هستم یک تحقیقی رو ما انجام دادیم در رابطه با تعداد پناهجویان ایرانی به انگلیس که در ظرف یک سال ده برابر شده بود یعنی تعداد درخواستی که سالهای قبلش بود حدود 400-500 تا بود یکو شد 5000 و یه چیزی و ما برای اینکه بفهمیم چرا این اتفاق افتاده بود این تحقیق رو انجام دادیم در طول این تحقیق بود که من آشنا شدم با خانواده های ایرانی که اینجا درخواست پناهندگی می کردن. تحقیق من یک ساله بود و بعد یک دوره سه ساله بعد چون خیلی ها در همون یک سالی که درخواست داده بودن پناهندگیشون رو نگرفته بودن بنابراین جز و اون آمار پژوهش ما بودن ولی بعد من پرونده ها رو با وکیلاشون پیگیری می تعداد زیادی از خانواده هایی که اینجا بودند ما موقعی که رسیدیم به اون مرحله ای که شما حالا بحث خشونت خانگی رو می کنید بحث آزار و اذیتی که در خانواده هست مطرح میشد بین اینها چون ما می دیدیم که با پرونده های پناهندگی بحث خشونت در خانه هم خانومی که همراه اون پرونده هست مطرح میکنه وقتی عمیق تر ما به این نگاه کردیم دیدیم که این اختلاف فرهنگی که وجود داره یکی از دلایلیه که ما انقدر اینجا بیشتر آگاه میشیم به, دل... به اتفاقات خشونت خانگی میان منا... مهاجرای ایرانی نتیجه ای که ما بهش رسیدیم دو بود بود یکی اینکه برحال خشونت خانگی همه جا وجود داره مسئله قدرت رابطه قدرت زن مال مرد و حالا بعدا میتونیم در این رابطه بیشتر صحبت کنیم ولی وقتی که به یک جامعه میرسن که جرم شناخته میشه و تعریفی که از خشونت هست از خشونت جسمانی گسترده تره خشونت روانی میاد خشونت اقتصادی هستش کنترل هستش از خونه برو بیرون نرو بیرون میبینیم که زنهایی که جزو این خانواده ها بودند خیلی راحتتر زبان انگلیسی رو یاد میگرفتند خیلی راحتتر وارد جامعه میشدند و این ورودشون به جامعه برای مردانی که توی اون خانواده بودند یک مقدار سخت بود چون این نقش سنتی زن و مرد عوض میشد زن به دلیل اینکه ای حالا یا جوانتر بود یا راحتتر میتونست اینجا خودش رو وفق بده با شرایط و کنترل اداره خونه دستش میومد و این توی همون رابطه قدرتی که حرف میزنیم مرد برای اینکه مردانگی در کنترل بودن خودش رو نشون بده دست به خشونت میزد و چون تعریف خشونت گسترده است اینجا و حمایت قانون هم وجود داره یعنی وقتی که یک زنی متوجه بشه که اگر کنترل میشه رفته آمدش از خونه اگه تلفن موبایلش کنترل میشه اگر پولی که تو بانک داره داره کنترل میشه اینا از اون مصادیق خشونت و میتونه در این رابطه شکایت بکنه و پیگیری بشه اینها ثبت میشد بنابراین ما به اینجا رسیدیم که به این دلیله که ما میدیدیم توی خونواده های مهاجر به خصوص آگاهی که به حق و حقوق یک انسان برابر توی خانواده هایی که مهاجر هستند به وجود میاد هم درصد طلاق بالا بود و هم درصد گزارش خشونت خانگی این مسئله فقط بین مهاجرین ایرانی یعنی کسانی که اخیرا مهاجرت کردن حالا ده سال پیش پنج سال پیش یا 20 سال پیش وجود داره یا حتی کسانی که خیلی بیشتر سال هاست اینجا زندگی میکنند آیا اونها هم هنوز همین دید و نسبت به خانه و خانواده و زن دارن؟ پژوهشی که ما میکردیم مشخصاً در رابطه با جامعه مهاجر و پناهجو بود که به سال 2000 برمیگرده آماری من ندارم از جامعه ایرانی خارج از کشور ولی به هر حال در این رابطه میشه گفت که اگر هرچه خانواده سنتی تر بوده و اون سنتی بودن خودشون رو حفظ کردن ممکنه اینطور باشه ولی ما میبینیم که به هر حال فرهنگ غالب این کشورها که جرم شناخته میشه و تعریف خیلی گسترده تری از اونی که در ذهنیت سنتی ما هست وجود داره به نظر من میتونه موثر باشه که شاید کمتر بکنه ولی همونطور که شما در معرفی برنامه هم گفتین مسئله خشونت علیه زنان در همین جوامع هم بسیار گسترده است همین بود این بالاخره این خشونت ریشش کمی فراتر از وجود یا عدم وجود قوانین سنت یا سنت اگر به سنت ما منظورمون مثلا سنت های مذهبی باشه هست یعنی کشورهای مختلف با مذاهب مختلف با همین مسئله درگیر هستند و قانون تونسته کاهش بده ولی نتونسته از بین ببره چرا؟ فرهنگ سازی یکی از مهمترین ابزاریه که در دست ما هستش شما در این فرصت کوتاهی که بعد از جنگ دومی جهانی و به وجود آمدن سازمان ملل و بعد شورای حقوق بشر و بعد اعلامیه جهانی حقوق بشر که از برابری انسان ها حرف میزنه و این برابری داره وارد قوانین میشه نگاه بکنید هنوز به صد سال نرسیده مدت زمان بسیار کوتاهیه که ما توقع داشته باشیم فرهنگ هزارها رو بخواد عوض بکنه متاسفانه جوامع بین المللی ربطی به اه، الزامن اه، دین به اون معنا نداره چون ما اینجا در کشورهای مسیحی زندگی میکنیم و این فرهنگ مرد سالار اینجا هم بوده و ما اینجا هم باهاش در برخورد هستیم ما در قوانین مجازات اسلامی که الان در ایران حاکم هستش اگر نگاه بکنیم می بینیم که بندی درشه که اگر یک مردی ببینه زنش با مرد دیگه یه حق کشتنش رو داره این حتی تا دهه 60 در فرانسه هم همچین قانونی وجود داشت مونتا اونجا تونستند با فرهنگ سازی و عوض کردن قانون این رو عوض بکنن ما تازه این رو وارد قانونمون کردیم یعنی یک سری اختلاف ها هستش ولی فرهنگ بسیار مهمه و زمان میخواد خوشبختانه ما در کشورهایی زندگی میکنیم که حالا جرم شناخته میشه و عواقب داره این نوع برخوردها قانون چقدر در فرهنگ سازی به نظر شما تاثیر داره میتونه بسیار موثر باشه یعنی شما ماجرای مرغ و تخم مرغ شما از یک طرف میگید باید اون بستر فراهم بشه تا بشه قانون رو عوض کرد از یه طرف دیگه میگیم که اون بستر با به وجود آمدن قانون میشه توی انگلیس به خصوص هر دو در آن واحد داره انجام میشه الان شما در مدارس از سنین خیلی کوچیک به بچه ها حریم شخصیشون یاد داده میشه اون چه چیزی محترم شناخته میشه به چه ترتیب این حریم شخصی هم روانی هم فیزیکی هم جسمانی هم روانی احساسی بنابراین وقتی که شما به بچه های کوچیک یاد میدید که دختر و پسر توی کودکستان فرقی ندارن با هم برابرن اگر یکی دختر پسر رو بزنه یا پسر دختر رو بزنه هر دو به یک اندازه بده و این میاد توی آموزشی که الان توی مدارس داده میشه در این رابطه تا به سنین بالاتر به همراه جرم شناختن این نوع برخوردها با هم این فرهنگ عوض میشه نسل آینده بدون تردید ما مشاهده خواهیم کرد که این آمار پایین خواهد رفت به دلیل این فرهنگ سازی که الان داره میشه با حمایت قانون شما صحبت از این میکنید که فرهنگ سازی در کودکستان شروع میشه و اونجا دختر و پسر در کنار هم تحصیل میکنن بنابراین تحمل یکدیگر یا حقوق یکدیگر آشنا میشن در جامعه مثل جامعه ایران که جداسازی از همون سنین اول اتفاق میفته چقدر این فهم این داستان که زن و مرد برابرند و باید به یکدیگر و حقوق یکدیگر احترام بذارن مشکله خیلی سوال کلیدیه به دلیل اینکه ما تمام قوانینمون قوانین قوانینی هستش که از اسلام تعالیم دینی و قرآن گرفته شده امروز ایران و این بر اساس فرهنگ 1400 سال پیشه که زن با مرد برابر نبوده زن مال مرد بوده زن متعلق به مرد بوده در آیه 34 سوره نسا به مرد گفته میشه که اگر ازت فرمانبری نمیکنه اگر سرکشی میکنه پندش بده دوریش بکن بزنش یعنی تو مال اون مرد هستی باید تمکین بکنی اگر نکنی اون حق داره نفقه نده حق داره تنبیه بدنیت بکنه یعنی زن به عنوان یک موجود آزاد و برابر شناخته نمیشه یک انسان برابر خب تو تمام ادیان در زمان خودش این مسئله بوده یعنی مختص اسلام نیست درسته منتها ما اینجا با یک روشنگری اروپا و غرب یک روشنگری مذهبی داشته یک رنسانس داشته و الان هم همونطور که گفتم فرهنگ سازی به سمت برابری انسانها میره ما در کشورمون قوانین درست نقطه مقابلن ما قانونی تبعیض میکنیم علیه زن و علیه اقلیتهای مذهبی در ایران در کشورمون و این به دلیل قانونیه که هستش بنابراین اگر ما به دنبال عوض کردن وضعیت کشورمون هستیم در مرحله اول قانونمون باید جدا از دین باشه جدا از اون تفکری باشه که به مرد اجازه مالکیت میده این سنت بوده قانون از اون سنت حمایت میکنه وقتی ما قatrهای ناموسی میبینیم در ایران هست وقتی که یک سری خشونت ها زن نمیتونه بره شکایت بکنه به دادگاه به پلیس برای اینکه میگن خب برو ببین چه کار کردی برخورد به این ترتیبی که مقصری یعنی با زنی که بخواد از همسرش شکایت بکنه به عنوان یک فرد مقصر برخورد میشه و بدون بررسی حق به مرد داده میشه و بعد حمایت قانونی وجود نداره مثلا خانه امن به اون معنا وجود نداره کجا باید بره بنابراین این میمونه و این فرهنگ ترویج میشه و نقطه مقابلش ما شوهرکشی در ایران داریم که وقتی که به جایی نمیتونه بره به اونجا میرسه و خودسوزی هم داریم مسئله خودسوزی، مسئله خودکشی در میان زنان به خصوص در جاهایی که هنوز اون سنت و عرف خیلی قوی تره، متاسفانه خودسوزی زنان و خودکشی خیلی زیاده، خیلی زیاده. جمهوری اسلامی آمار خشونت، انواع خشونت بر زنان رو منتشر نمیکنه چرا به نظر شما؟ برای اینکه به نظر من در مرحله اول انقدر فراگیره که توی یک پژوهشی که خودشون کردند و بعد آقای احمدی نژاد دستور دادن که این خمیر بشه این پژوهش از هر ای که اینها بررسی کرده بودند سراسر کشور توی 28 استان اون موقع تحقیق شده بود 63 درصد یا 68 درصد الان دقیق یادم نیست از زنانی که باهاشون مصاحبه شده بود خشونت جسمانی رو تجربه کرده بودن و درصد بسیار بالاتری مصادیق دیگر خشونت رو تجربه کرده بودند به این معنا هر خونواده ایرانی به نوعی زنش این خشونت علیهش استفاده شده بود بسیار پژوهش جالبی بود ولی برای عموم منتشر نشد بین وزارت خونه ها موند و همطورم هم که گفتم موقعی که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور شدن دستور دادن که اصلا کل این پژوهش خمیر بشه خوشبختانه نسخه هایی وجود داره که ما بهش همچنان دسترسی داریم ولی به دلیل اینه که اون نگاه که به زن هست به عنوان یک انسان برابر هنوز وجود نداره به دلیل اینکه قوانین ما و فرهنگی که حاکمه همچنان زن رو ابزار میمونه یک مثال بسیار مشخصش الان برای انتخابات پیش رو هستش که ما میبینیم که میخوان استفاده بکنن از حضور زنان در انتخابات بنابراین همه کسانی که میخوان تشویق به حضور در انتخابات بکنن از قدرت زنان حالا دارن حرف میزنن آقای روحانی موقعی که صحبت میکنه میگه زنها میتونن آینده ساز باشن بله این حالا ایشون به دلیل این استفاده سیاسی که میخوان بکنن ازش صحبت میکنن ولی خب آقای روحانی نتونست حتی یک زن رو به عنوان وزیر معرفی کنه همینطوره ایشون توی صحبت اخیری که داشتند خاطره ای رو تعریف میکنن از موقعی که دانشجوی حقوق بودند و همکلاسی هاشون خانوم بودند و هه, هه خیلی خنددار حتی یکی از خانوم ها نمرهاش از ایشون هم بیشتر بود ایشون ریز ریز میخنده در موقعی که داره این خاطره رو بیان میکنه که یک زنی نمرهاش بیشتر از ایشون بوده و اون مدعوین محترم هم که اونجا نشستن به همراهی میکنن که حتی زنانی هم که اونجا نشستند همراهی میکنن یعنی این فرهنگ این باور بر اینکه مرد باید همیشه برتر باشه متاسفانه وجود داره و مسئله قدرته یعنی موقعی که شما ما 17 تا زن اصلاح طلب داشتیم توی مجلس هیچ کدوم از قوانینی که امیدوار بودیم ممکن بود بشه که بهش دسترسی داشته باشیم به هیچ عنوان نتونستن چون مسئله قدرته اصلا دیگه شما وقتی که توی اون موقعیت قرار میگیرین زن و مرد بودن نیست مسئله اون استفاده شخصیه که میتونید بکنید یک نفر بود که خانم سلحشوری بود که ایشون هم خودش خودش رو رد صلاحیت کرد برای حضور در مجلس آینده یکی از نویسنده های زن سرشناس ایتالیا یک بار گفت این مادران هستند که پسرانشونو نوی تربیت میکنند که بعد علیه زنان از خشونت استفاده میکنند شما چقدر با این مسئله محافظه؟ اصلا جالب این نکته ای رو که میگید من یه کتاب دارم تحقیق میکنم روی کتاب عنوانشو گذاشتم خشونت فقط جسمانی نیست کتاب من نگاه به قوانینه قوانین حاکمی که امروز در ایرانه که ریشش رو از قرآن گرفته که بعد آمده توی رساله آقای خمینی و بعد آمده شده قانون حاکم بر مملکت ولی یکی از بخشای کتاب هم دقیقا همین نکته است که مادر شوهر رفتارش با مادر زن فرق میکنه توی اون فرهنگ سنتی و بعد متاسفانه چون این فرهنگ خشونت بوده در خانواده وقتی که پسرشون هم زن میگیره همون بلایی که سر خودش مادر شوهر آورده به پسرش میگه تو حق داری اون مال توه ولی دختر خودشونو باز جور دیگه ای برخورد میکنن و حالا من خیلی س... کلی و سطحی دارم برخورد میکنم ولی این نکته بسیار عمیقیه که این یک خشونت پنهانی هستش که ما خودمون علیه خودمون یا حتی توی نحوه بیانمون توی حرف زدنمون گاهی اوقات برخوردها خود ما زنان جوری هستش که خشونت رو پنهانه خودمون هم متوجه نیستیم ولی عادته خیلی مادران به دختراشون میگن که باید خشونت رو تحمل کنن چون اینطوریه متاسفانه ولی خوشبختانه توی مناطقی که شهری هستش و گسترده تر برخورد با جوامع بین و هستش کم کم داره این عوض میشه این باور داره عوض میشه به و بساز یا با سفید رفتی با سفید برمیگردی داره عوض میشه این فرهنگ هم داره عوض میشه امیدواریم که با به سوی یک جامعه برابر بریم با سپاس از همراهیتون ممنونم از شما